این برنامه راجع به موسیقی پاپ نیست. امروز کسانی که به این رادیوی اوگاندایی گوش می‌دهند، تمام اطلاعات لازم در مورد راه‌های جلوگیری از بارداری، روش استفاده از کاندوم زنانه و جلوگیری از حاملگی در میان جوانان را به دست می‌آورند. مردم روستاهای پراکنده در این منطقه اوگاندا برای گوش دادن به برنامه گرد هم می‌آیند و به بحث می‌پردازند. تنظیم خانواده از برنامه‌های مورد علاقه مردم این ناحیه است. این برنامه خیلی خیلی مفیدی است. اینجا همه تلفن همراه دارند و تماس می‌گیرند و پرسش‌های خود را مطرح می‌کنند. نظر می‌دهند. سپس کارشناسی که در استودیو است، پاسخ سوالات را به آنها می‌دهد. زمانی که 19 ساله بودم تازه می‌خواستم فوق دیپلمم را بگیرم که باردار شدم و تصمیم گرفتم سخت جنین نکنم. پسرم که به دنیا آمد دوباره به مدرسه رفتم و از آن پس از روش‌های جلوگیری از بارداری استفاده کردم. این یکی از طرح‌هایی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای ارائه اطلاعات در مورد کنترل جمعیت در اوگاندا راه اندازی کرده است. با 34 میلیون نفر جمعیت و نرخ زاد و ولد بیش از 6 کودک برای هر زن، اوگاندا یکی از کشورهایی است که سریع‌ترین رشد جمعیت را دارد. دلایل عدم موفقیت تنظیم خانواده متعدد است، از جمله اعتقادات سنتی و مذهبی، چند همسری، ازدواج‌های زودهنگام و این مسئله که خانواده‌های بزرگ نشان دهنده اعتبار و ثروت هستند و همینطور اینکه کودکان نیروی کار مهمی را تشکیل می‌دهند. پروسی 37 ساله و دارای 7 فرزند است. در واقع یک کودک دیگر هم داشت که درست بعد از تولد درگذشت. او از یک روش کاشتنی یا ایمپلنت پیشگیری از بارداری استفاده می‌کند که او را به مدت 3 سال از حاملگی ناخواسته محافظت می‌کند و می‌گوید ای کاش این روش را پیشتر شناخته بودم. امروز پروسی 1 ساعت پیاده روی می کند و بسیاری دیگر از زنان هم بعضی اوقات 1 روز کامل پیاده روی می کنند تا خود را به این گرد همایی تیم ماری استوبس برسانند. ماری استوبس تقریبا 25% از خدمات تنظیم خانواده در اوگاندا را فراهم می کند و در بسیاری از نقاط اوگاندا و حتی روستاهای دورافتاده فعالیت دارد. ابتدا در مورد روش‌ها و مزایای جلوگیری از بارداری صحبت می شود و سپس در مورد عقیم‌سازی‌های دائمی و متدهای جلوگیری از بارداری در میان و دراز مدت توضیح داده می شود. محبوب ترین روش تزریق دپوپروورا است. اثر آن 3 ماه طول می کشد. پروسی هم برای آن به اینجا آمده به این دلیل که ایمپلنت پیشگیری از بارداری در بازو به او سردرد می دهد. ما به کارکنان بیشتری نیاز داریم. گاهی اوقات تعداد بسیار زیادی مراجعه می کنند و ما تا ساعت 7 یا 8 کار می کنیم. همانطور که می بینید این زنان به این کمک ها نیاز دارند. در این کشور مردان هم باید آموزش ببینند. آنها دوست دارند آزادانه عمل کنند و تمایلی ندارند به همسران خود اجازه دسترسی به خدمات تنظیم خانواده را بدهند. به این منظور صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گروه‌هایی تشکیل می‌دهد تا مردان آزادانه در مورد مسائل مربوط به باروری صحبت کنند. اکثریت مردم به ویژه مردان فکر می‌کنند که اگر از روش‌های جلوگیری از بارداری استفاده کنند، مردانگی آنها کاهش می‌یابد و در نهایت دیگر نمی‌توانند تولید مثل کنند. هنوز تصورات بسیار غلطی وجود دارد، مثلا اینکه اگر از روش‌های جلوگیری از بارداری استفاده کنید کودک شما کله بسیار بزرگی خواهد داشت یا سرطان می‌گیرد یا معلول خواهد بود. ما با چنین چالش‌هایی روبرو هستیم. در این حال همین افراد در زندگی روزمره خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. بارداری‌های ناخواسته، فیستول، سخت جنین، پرت کردن نوزادان به توالت، ناتوانی فرستادن کودکان به مدرسه و غیره. بنابر این ما باید با قدرت به مردم کمک کنیم. چارلز برای صندوق جمعیت سازمان ملل کار می‌کند و تلاش او اطلاع رسانی به مردم برای کنترل زاد و ولد در جامعه است. به خانواده‌ای می‌رویم که از روش‌های تنظیم خانواده استفاده می‌کند. آنها در روستای سکنده ساکن هستند. چه
داشتن کودکان زیاد بار سنگی نیست. ما می‌خواهیم تنها دو فرزند داشته باشیم و بهتر غذا بخوریم. آموزش بهتری به آنها بدهیم و از آنها بهتر مراقبت نماییم. به نحوی که آنها باهوشتر باشند و دید بهتری به مسائل داشته باشند و از زندگی لذت ببرند. روز به روز زنان بیشتری خواهان چنین زندگی هستند، اما یکی دیگر از چالش‌هایی که هنوز وجود دارد ضعف شبکه حمل و نقل و جاده‌های اغلب گلی اوگاندا است. نکته مهمتر دیگر این است که حدود 40% درمانگاه‌ها توسط سازمان‌های کاتولیک اداره می‌شوند که به هیچ وجه حاضر به آموزش و توزیع روش‌های ضد بارداری نیستند. عوامل گوناگونی سهیمند، یکی از آنها عرضه کالاهاست. زنانی هستند که 20 کیلومتر پیاده روی می کنند تا خود را به یک مرکز درمانی برسانند، اما آنجا هیچ امکاناتی نیست. شبکه تأمین کالاهای پزشکی اخیراً کامپیوتری شده، اما هنوز هم مشکل لوجستیک مشکل بسیار بزرگی است. در اوگاندا 41% از نیازها برای جلوگیری از بارداری برآورده نمی شود. پس چرا تلاش بیشتری برای ارائه و توزیع این کالاها انجام نمی شود؟ ما تبلیغات بسیاری در رسانه ها انجام می دهیم و سعی می کنیم مردم را آموزش دهیم تا از روش های مختلف ضد بارداری استفاده کنند. اما اگر همان تعداد کمی هم که این مسئله را می پذیرند و به مراکز بهداشتی مراجعه می کنند نتوانند به این قرص های ضد بارداری دسترسی پیدا کنند، پس ما چند گام به عقب برگشتیم به جای اینکه به جلو برویم. تنها اخیراً برنامه‌های تنظیم خانواده در دستور کار قرار گرفتند و حدود 4 میلیارد دلار توسط بنیاد بیل گیتس، دولت بریتانیا و چندین نهاد خصوصی و دولتی جمع‌آوری شده است. حال نظر دولت اوگاندا در مورد چنین تلاش‌های بین‌المللی چیست؟ پاسخ به این سوال کار بسیار دشواری است. آیا باید از کلمه مستعمره صحبت کرد؟ ما به خوبی درک می‌کنیم که این ربطی به استعمار ندارد و ما واقعاً باید در این باره کاری انجام دهیم و کسی ما را مجبور به این کار نکرده است. این مسئله بر سلامت ما تاثیر می‌گذارد، بر سیستم بهداشت و درمانی کشور تاثیر می‌گذارد و فشار زیادی بر امکانات موجود می‌آورد. طبق محاسباتی امسال بیش از 80 میلیون بارداری ناخواسته در کشورهای فقیر پیش خواهد آمد که 40 میلیون سقط خواهند شد. 100 هزار تن از مادران و 1.5 میلیون از نوزادان هم جان خود را از دست خواهند داد. تنظیم خانواده قبل از همه مربوط به سلامت و حقوق بشر است. حق انتخاب زمان بارداری و تعیین تعداد کودکان باید برای همه امکان پذیر باشد. هرچه بیشتر بچه داشته باشید وقت کمتری برای خود و مراقبت از خودتان پیدا می کنید و وقت برای همسر خود ندارید و کم کم عشق از بین می رود. عشق به کودکان هم کمتر می شود. بنابراین امیدوارم و آرزوی من این است که هر زنی در اوگاندا با فرزند خود شاد و خوشبخت باشد. داشتن فرزند یک انتخاب است نه یک تقدیر.